سلام یکشنبه شنبه 23 مهر 91 14 اکتبر 2012 میلادی در مورد هفت موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول اینکه کارخانه پارت لاستیک در مشهد از سال گذشته تا کنون بیش از هزار کارگر رو اخراج کرده. این کارخانه که قطعات لاستیکی برای کارخانجات خودروسازی مثل سایپا و ایران خودرو میسازه به دلیل اینکه آن اون کارخانه ها سفارشاتشون رو کم کردن و با رکود مواجه شدن ناچار از کم کردن پرسنل شده همینطور در شهر صنعتی قزوین هم در استان غزوین هم مجموعا بیش از شست کارخانه که برای خودروسازا سازا قطع می سازن در معرض بیکاری قرار دارند و به قول مسئول هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان به سرنوشت کارخانجات نساجی دارند دچار میشند. 600 کارگر کارخانجات صنایع فلزی کارخانه شماره یک و دو برای چندمین و چندمین چند بار دیروز در مقابل وزارت کار تجمع داشتند و خواستار پنج ماه حقوق معوقشون شده بودند آخرین بار هشت ماه حقوق معوقشون بهشون چک دادن اما چک کارخونه بیمحل از آب در اومد و حال سه ماه حقوقشون رو دادن اما کماکان کارگرها بیمه و پنج ماه حقوق محوقه طلب دارند همینطور کارخانجات کار، کارخانه بنیان دیزل در تبریز هم 400 کارگرش 20 روزه که در اعتصاب هستند مالک کارخانه به دلیل اینکه کارخونه داخل شهر افتاده کاربری زمین رو میخواد عوض بکنه و کارگرا رو به عجبشیر یا آذر شهر منتقل بکنه که با مشکل کارگرا مواجه شده و اونها زیر بار این کار نمیرن پنجاه قلم داروی که یا وارداتیه و چهر قلم داروی تولید داخل که عمدتا داروهایی هستند که در بیماری های خاص شیمی درمانی و مسائل اینچنینی به کار میرن در کشور کمیاب و گاهی نایاب شدند دیروز شنبه در روستای شوران در واقع در جاده ورامین به شریف آباد هم دیویس نفر از روستایی ها جاده رو مسدود کردند تا از صبح تا ظهر در اعتراض به اینکه پیچ خطرناکی که این جاده در کنار روستا داره بارها و بارها قربانی گرفته از اهالی روستا اما مسئولین توجهی نکردند. این کار روستایی باعث شد که مقامات استان و گارد ویژه و نیروهای امنیتی به منطقه سرازیر شدند. اما وقتی قصد سرکوب روستاییان رو داشتند با مقاومت زنان و خانواده ها مواجه شدند و ناچار از عقب نشینی شدند. گفته میشه که فیلم از روستایی ها گرفتن تا بعد روزهای بعد به سراغشون برن ولی به هر حال این داستانی که خانواده ها هم به پشتیبانی از اعتراض روستایان برخواستند موضوعی است که نشون میده که چگونه در واقع می شود سرکوبگرا رو به عقب روند نکته دوم اینکه دیروز تابلوی هر دلار 3260 تومان روی تابلوهای صرافی ها دیده شد به جای اون دلار موهوم 2850 تومانی اما باز هم معاملات تا حدی راکده و گاهی هم گرونتر از این رقم معامله میشه سایت اصولگرای نیمروز خبر داده از این که آقای حسینی وزیر اقتصاد دارایی گفته من رهبری رو در جریان افزایش قیمت دلار گذاشته بودم که برای تأمین پرداخت پول یارانهای نقدی به این احتیاج داشتیم البته طبیعتا آقای خامنه ای گردن نمیگیره آقای ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم خبر داده از اینکه در روزهای اخیر 5 میلیارد دلار ارز تقلبی وارد بازارها ایران شده خود این حرف به خودی خود تنش در بازار ایجاد میکنه اما به نظر درست نمیرسه چون این عدد خیلی بزرگه و معلوم نیست چه کسی میتونه این مقدار دلار تقلبی وارد بازار بکنه بیشتر به نظر میرسه حرفی است که مردم رو منصرف کنه از خریدن دلار سایت بازتاب هم خبر داده از اینکه با بالا رفتن سریع قیمت دلار در حالی که کالاهای دیگه به تناسبش هنوز بالا نرفتن باعث شده که صادرات کالاهای ایران با قیمت‌های زیر قیمت‌های واقعی حرکت بکنه بعضی کالاهای نفتی بعضی حتی مواد غذایی به کشورهای همسایه به ثمن بخش فروخته میشه چرا که تبدیلش در ایران صرف میکنه البته اگر تداوم پیدا کنه به تدریج کالاهای دیگه هم گران خواهند شد و به افزایش قیمت دلار میرسن یا در واقع به زبان دیگه با سقوط ریال هماهنگ میشن ولی در این فاصله نوعی قارت کالاهای داخلی به شکل صادرات به کشورهای همسایه صورت میگیره آژانس بین‌المللی انرژی هم خبر داده از اینکه صادرات ایران 860 هزار بشک نفت در روز شده. قبلا تا همین چندی پیش حدود 890 هزار بشک نفت صادرات روزانه بود. نکته سوم که آقای مهندس محمد توسلی دبیر سیاسی دبیر هیئت سیاسی نهزت آزادی ایران به یازده سال زندان و پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد. نسیم سلطان بیگی فعال سابق دانشجویی در دانشگاه علامه و روزنامه نگار هم برای تحمل شش سال حبس راهی زندان اوین شد. بعد از اینکه سه گزارشگر سازمان ملل اعتراض کردند به اعدام ده نفر همزمان ایران این ده نفر رو از اعدامشون دیروز صرف نظر کرد و به بند برگردوندن و تا اطلاع ثانوی حکم اعدامشون معلق شده فاطمه هاشمی خواهر مهدی هاشمی هم خبر داده از اینکه او در سلول انفرادی است و با پدرش آقای هاشمی صحبت کرده و گفته کماکان در انفرادی به سر میبره ولی تا کنون سوال مهمی هم از او نپرسیده پنج نوکیش مسیحی هم که هشت ماه در شیراز در زندان هستند بالاخره بعد از هشت ماه بلا تکلیفه قرار است فردا دوشنبه به دادگاه برده باشند اما اونها رو با زنجیر و دستبند و پابند حرکت میدن نکته چهارم اینکه در مملکتی که فردی رو به جرم تغییر دینش یا باورش به یک دینی با زنجیر این طرف و اون طرف میبرند آقای خامنه ای یاد رعفت رعفت افتاده و در سفرش به خراسان درباره حجاب بعضی از استقبال کنندگان که گفته به اصطلاح اونها رو بد حجاب میخونند گفته که باهاشون مدارا بکنید اونها یک نقصی در ظاهر دارند و من یک نقصی ممکن است در داخل و باطن داشته باشم البته بعد از آقای خامنه ای پرسید که آیا با غیر از دخترانی که در صفحه استقبال کننده ها از ایشون هم نیستند همین توصیه ایشون عمل خواهد شد یا کماکان ماجرا پرید زد و خورد کردن با زن و بچه مردم در خیابان هاست یا میشه حد زد که این روزها امثال آقای خامنه ای با توجه به سخت در شدن اوضاع اقتصادی دارن سعی میکنن که از مسائلی که برای مردم تنش ایجاد میکنه لاقل تا حدی بکاهند آینده نشون خواهد داد که آیا چنین چیزی در ذهن این آقایون هست یا نه رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت خارجه هم اعلام کرده که ما آماده ایم در قصه اتمی انعطاف نشون بدیم و به شرطی که تضمین داده بشه اورانیوم 20 درصدی برای ما تأمین بشه ما هم حاضریم که توقف بدیم به تولید این اورانیوم 20 درصدی البته از نظر دنیا این قبول نیست و گفته میشه باید تمام ذخایر رو هم به بیرون بفرستید و سایت فوردو رو هم متوقف کنید و چند ماه هم راست آزمایی بشه حرف هایی که زده میشه اون وقت بحث توقف پاره بحث بر سر توقف تحریم ها ممکن است که معنی داشته باشه نکته پنجم اینکه ویروس شامون که به تاسیسات نفتی آرامکو حمله کرده و بیش از سی هزار کامپیوتر را از کار انداخته به جای اونها پرچم آمریکا در حال آتش گرفتن میاد روی صفحه با همین ویروس به کامپیوترهای شرکت راستگاز قطر هم حمله کرده و امریکا ادعا میکنه که این ویروس ساخته ایرانه و ایران پشت این قرار داره آقای پنتا وزیر دفاع امریکا هم دیروز تهدید کرده که حمله سایبری رو تلافی میکنه البته ویروس های مثل استاکسنت یا فلیم یا دوکو یا گاوس هم قبلا وارد سیستم های کامپیوتری ایران شدند که به نظر میرسه امریکایی ها و اسرائیلی ها سازنده اونها هستند به هر حال طرفین چه جمهوری اسلامی ایران چه امریکایی یا چه اسرائیلی ها همگی دخالت در این حملات سایبری رو تکذیب میکنند نکته ششم اینکه ترکیه دیروز در داخل خاک سوریه دو هلیکوپتر ارتش سوریه رو که ظاهرا موازی از ارتش آزاد رو مورد هدف قرار میدادند و همینطور به اردوگاه پناهنده ها حمله کرده بودند، تعقیب کردند و اونها رو بادار به فرار کردن یک جت جنگنده سوریه هم توسط ارتش آزاد سرنگون شده در 24 ساعت گذشته دست کم 124 نفر دیگه در سوریه کشته شدند آقای اردوغان حملات تندی رو دیروز در نطخ خودش به شورای امنیت سازمان ملل کرده که مشکل سوریه رو حل نمیتونه بکنه و سوریه هم اجازه پرواز هواپیماهای مسافری ترکیه از فراز خاک سوریه رو دیگه نخواهد داد به تلافی کاری که سوریه کرده و نکته آخر اینکه آقای وزیر ارتباطات فرمودند که برای 1200 امام زاده تا الان اینترنت بهشون داده شده و برای 32000 امام زاده قرار است همه اینترنت داده بشه تجهیز بشن امام زاده ها به اینترنت و ایشون گفته براشون وبلاگ ما میسازیم که در وبلاگ هم شناسنامه امام زاده و اینکه در چه ای فعالیت داره این امامزاده درچ خواهد شد تا مردم بدونن برای چه کاری به کی رجوع بکنند چیزی که قبلا موضوع جوک بود وارد واقعیت شده توسط حکومت جمهوری اسلامی و آقای وزیر ارتباطات اندکی صبر سهر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به امید پیروزی ایران و ایرانی